جناب المیس پسبایین همه تفصیلات سفر نخست وزیر پاکستان به کابل چه دستاوردی شد داشت؟ شما می توانید همزمان جنبندی هم نمایید. بفرمایید. خب برای ما دستاورد یا برای پاکستان؟ برای ما دستاورد. هدف از کشور خود ما. برای ما چند دستاوردی نداره، بلکه یک کاری که صورت گرفت که نباید صورت می گرفت در قسمت ترجمه. ایده پاکستانیا سطحی نمی بینن، خب دقیق می بینن و این ترجمه که گویا شد و یا رسمن و دوباره ترجمه یا تحریف، خب ترجمه نادرسته که صورت گرفت. ایده پاکستان زنگ خطره با پاکستان است، پاکستان ایده من حیث و دوباره ما اسلام نکردیم و هیچ کن به اعلامیه نشد. ایده پاکستان جدی می گیرن و این نشان دهنده امو عقیده داخلی حکومت نشان میده. بر ما کمت نه تنها مفاد ما بلکه ضرر ما تمام میشه، ولی با پاکستانیا بله بسیار زیاد مفید تمام شد، به خاطر اینکه پاکستان با ابتکار آمد، با جرأت آمد، با جرأت رفت و یک اندازه سفرهای دیگه منطقه‌ای را نخست وزیر پاکستان تا به 20 جنوری را انجام خواهد داد و 20 جنوری بعد از 20 جنوری که دوره 100 روزه رئیس جمهور نو آمریکا آغاز خواهد شد، در اونجا پاکستان حتما سفرهای به پیش یک کشور قدرتمند، مبتکر، دارای پروگرام، برنامه و استراتژی سفر خواهد کرد و ایالات متحده آمریکا متقاعد خواهد ساخت که برنامه و استراتژی ما تقریبا مشترکات فراوان داره و باید پاکستان نقشش در منطقه مانند سابق در نظر گرفته شد و هر معامله که با هند و با افغانستان و با ایران صورت میگیره، حتی با چین، در اونجا نقطه نظر پاکستان برایشان باید بسیار مهم باشه. این یک نوع تقویت در روابط بین عمران خان و بین جو بایدن یا به طور کل پاکستان و امریکا صورت گرفت و فکر میکنه که بیشتری مذاکرات و این سفر به نفع پاکستان تمام میشه تا به نفع افغانستان، چون ما چیزی نداشتیم برای گفتن، حرف برای گفتن نداشتیم، از موضوع قدرت حرف نزدیم، برنامه منسجم نداشتیم و تا دیدیم که یک روز بعدش هم یا دو روزش یا یک روز پیشتر بعدش هم حملات بسیار گسترده در واسطه تا ما قادر به دفاع از او و قادر به تشخیص شناسایی از او هم نبودیم. بنابراین برای ما فایده نداشت، مثل که قبلا عرض کردم که قبلا هم از مشرف تا به عمران خان صدراعظم رئیس جمهور پاکستان که به کشور ما بودن هیچ کدامش کدام دستاورد زیادی به ما نداشته، بلی چند روز در تبلیغات بوده و چند روز در حرفای خوبی را بسلا ما رد و بدل کردیم، کلمات متعارفی را با نسال یکدیگر کردیم و گفتگوهای ناچیز هم یا قالینچه برشان دادیم یا یک قوطی میکی ایست بشان گرفتیم. این مثل این سطح باقی میمانه ولی پاکستان از این منفعت بسیار برد. تشکر جناب المیست.